سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی دیگه ما از شهر همار. و ما بعد از شهر اسلو امروز آمدیم به شهر همار و یک از شهرهای مقبول و زیبای نروژ که واقعا خیلی زیباست. و متاسفانه چون ما وقت زیادی نداشتیم و امروز هم آمادیم به پسر امویم آقا تقی و آقا یاما، اومدیم اینجا لب ساحل تا اینکه یک چند لحظه قدم بزنیم. واقعا یک هوای خیلی خوب و یک فضای فوق‌العاده برفی که واقعا خیلی زیباست و خواستم از اینجا ویدیوی کوچیکم برای شما عزیزان بگیرم. امیدوارم که شما هم از این هوای برفی و از این فضا لذت ببرند.
دیر اقتصادا؟ من نده سرا بایی کجا سرا آو شیلی نه وزا شیلی نه یخ میدنه آو دری آلی ها منی آو آلی خوی کلان یخ زده دیگه تو یخ رو زنی که موچه رو بتنی بلیش بودی اونو سرد دقیقاً الان قصد سردی سردی گفتیم یا نشید در بخیر منطقه سردی آمده زیاد بودور برو آمده برف گرشید بودور بله استانگرام
Ausstigning vänster sida. Nu säger du om Arlanda Oslo Airport rasidin. دیگه انشاءالله در چند لحظه دیگه از اینجا پرواز داریم، بریم به طرف منچستر. دیگه همچنه که شما میبینید ما برای فعلا در اسلو ایرپورت هم از اینجا بریم بالا. بریم بالا در قسمت دپارچه. Let's go to departure. Departure, yeah. Yes. All right, thank you. Bye-bye. ما الان بریم به قسمت دپارچه area. و در این فرودگاه خیلی خوبن همه کسایی که اینجا کمک میکنن. اینجا دوستان عزیز یک دنه پیانو رو خیلی مقبولش دار کسی بلد است و بیتونه بعد از چکین این پیانو رو استفاده کنم. خیلی قشنگ هم اینم قشنگ میتونه اینجا بشینی و از این پیانو استفاده کنی. کسایی که بلد است دیگه نوش جانش خود پیانو باید گذاشتم میتونه بری از این استفاده کنی. پیانون خیلی بزرگ هم بود. من نزدیک به ساعت 3 بجه است دیگه خون یک ساعت اپنیم ساعت وقت داریم انشاءالله وقت زیادی داریم. ما چل الان باید بریم پاسپورت رو هم چک کنیم با اینکه وقت داریم، اما خوب ازم بریم بهتره بخاطره که بعض اوقات شلوغ میشه دیگه. اما بهتره که الان بریم. خب ریوپیان پاسپورت گرین هستن یا سلف سرویس هستن و ادر. ما خب ادر هستیم برای فلان. خب انگلیس از اروپا آمده بیرون و ما بردیم منچستر.
واقعا فرودگاه خیلی مقبول، فرودگاه خیلی مقبول، خیلی ترتمیز، قشنگ. تاکس فری ناروی و اینجا همون یک چیزی که برایشون بگم دوستان، مخصوصا کسایی که در نروژ میخواه بیایه و به خصوص از کشورهای مثلا مثل انگلیس، بعد با خود کفشای همونجوری که این کشور برای ماشینایشان یک تایر خاصی داره برای یخ و برف، نه بعد یک کفش مخصوص زمستانی باید بیاریم، مگر نه خیلی سختن که اینجا مثلا پدروی هایشان همه ایشان یخک زدن، برف آمدن و مخصوصا یکان جایی که بخوایی بریم دیگه همه شون برف هم یخ هم برف هم و هر کفش رو نمیتونی استفاده کنی. داخل مرکز شهرشان بعد جایشان خب نمک یا ریگ اینا پشک کردن، اما بیشتر جایشان نمک و ریگ ندارن و باید یک کفش مخصوص داشته باشین که بتونی جای تفریحشان بوری میسیم. و مخصوصا کسایی که اینجا زندگی کردن کلچن کفشایشان زیرشان یک میخ دارن یا یعنی اینکه زده زنجیر بسته کده کفشای خود را که مثلا یک وقتی نلخشن دیگه. خواست میره یادواری کنیم که هر کسی که دهی کشور میایه در نروژ مخصوصا در زمستان باید کفشای مخصوص خود بیارن. $639 که در انگلیس خیلی ارزان تره نسبت در نروژ. یک علامه آب مدنی اینجا دارم که آب مدنی بیشتر گرانه. دوستا چند روزی که در نروژ بودیم متوجه شدم که نروژ خیلی قیمتی است نسبت به انگلیس. تایی که اینجا زندگی میکنن که در همه چه دار کرونا استند و دوباره خرچش هم دارم کرونا میصرفند، اما کسایی که خارج از نروژ میان خیلی گران استند و مخصوصا کسایی که از شوارای آسیا میان که اون دیگه خیلی گران است. این بله گواز ششتره
پارچه می نویم داده شه خیلی خیلی داره درست کنیم وای کاش هم از طرف نهاره میان دوستای عزیز متاسفانه اینجا صدای ما را خوب ریکارد نکرده بودن و داشتم اینو به شما میگفتم که انشالله ویدیوهای بعدی ما را از شهر کل جرمنی بیننده باشید. انشالله سفر بعدی ما در شهر کل جرمنی بود که انشالله از اونجا ویدیوهای مقبول و زیبایی را برای شما میگیریم و اگر کدام پیشنهادات و انتقاداتی داشته باشین لطف نمودن در بخش کامنت به ما کامنت بدین و چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و برای دریافت ویدیوهای جدید ما لطف نمودن زنگوله را فعال سازید و امیدوارم که از این ویدیوهای کشور نروژ که ما گرفتیم خوشتان آمده باشند و در هر جای این کره خاکی که زندگی میکنین امیدوارم که خوش و خوشحال باشین و خوشی و سلامتی شما آرزوی ماست و شما را به خدای یکتا می سپارم. وقت خوش. خدا حافظ شما.